أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحث امروز ما تغییر. ببینین تغییر یک حکم طبیعی هست، یک حکم الهی هست. در تمام جهان هستی تغییر هست، این جهان از زمانی که خلق شده در حالت تغییر هست. هیچ چیز در آسمان ها و در زمین حالت ثابت و همیشه گیر نداره. نظم بدون شک وجود داره در آسمان ها، در زمین یک نظم کاملا واضح و روشن موجود هست، اما همه چیز در تغییر هست. شب میشه مثلا روز میشه، درخت ها مثلا از زمین بلند میشن، کلان میشن و خشک میشن، در زمین میفتن. بوته ها هستن، کلان میشه، خشک میشه، باز در زمین میفته. حیواناتی هستن میاین، خرد میباشن، کلان میشن، میمرن، از بین میرن. یعنی کل جهان در حالت تغییر هسته. یعنی هیچ چیزی را انسان در زمین و در آسمان ها پیدا کرده نمیتونه که تغییر نکنه. خود می حرکت که میکنه، زمین حرکت میکنه، آفتاب حرکت میکنه، این خودش یک تغییر هسته. و بزرگترین اشتباه، هر حرکت یک اشتباه هست. انسان هر حرکتی را که میکنه، حرکت های دنیایی در منحصر به دنیا اشتباه هست، اما بزرگترین اشتباهی است که انسان هیچ حرکت نکنه، هم تو همیشه ساکت باشه، رکوت و ساکت باشه. او بزرگترین اشتباه هست، به خاطر از اینکه انسان قابلیت تغییر داره. انسان میتونه هم در جهت مثبت تغییر بکنه، هم میتونه در جهت منفی تغییر بکنه. بنان ای عنوان هم که انتخاب کردیم به منظور از اینکه ما از این عنوان یک نتیجه گیری بکنیم که انسان ها قابل تغییر دارن و در کل تغییرات چی گونه وارد میشه، چند نوع تغییر هست. اول این تغییرات مثبت و منفی را در زیر پوش خود انشاءالله میگریم زیری بس. یک نوع تغییر هست، تغییر علمی هسته. علم معاد، علمی که مربوط به آخرت هسته. این علم هم وقتی که داخل وجود انسان میشه، توسط مطالعه، توسط گوش کردن، انسان تغییر میده. در طول تاریخ مطالعه بکنین، وقتی که دین در خانواده ها داخل شد هست، تا حتی خود عربا رو ببینین، دوره جهالت پیش از اسلام بسیار مشهور هست، کتاب های متعدد نوشته شده. عرب های جاهل انسان زنده به گور میکردن. یعنی اگه یک نفر دختر خودم میگرفت، خودش با دست خود زنده دختر 8 ساله 9 ساله را زمین میکند، گورش میکند. اینمی انسان ها وقتی که علم معاد، علم آخرت درشان میرسه، تغییر میکنن. یک انسان کاملا دیگه میشه، در حالی که یک انسان زانی، یک انسان جاهل، یک انسان خوناشام تغییر میکنه، یک انسان کاملا متمدن، یک انسان میشه که انسان ها رو به طرف خوشبختی ها تشویق میکنه، انسان ها رو به طرف نیکی ها تشویق میکنه. سخاوت در وجود زیاد میشه، مردانگی در وجود زیاد میشه، ارزش انسان درک میکنه، ارزش خود درک میکنه. خود به عنوان یک انسانی که خداوند متعال به عنوان خلیفه در روی زمین روانش کرده، خود به عنوان یک انسان با ارزش، یک انسان بسیار پرمعنا خود در روی زمین احساس میکنه. این چی است؟ این علم معاد هست که دلیری را در انسان زیاد میسازه، فداکاری را در انسان زیاد میسازه و مردانگی و بالاخره احترام به نوع امنه و خود در کل. این علم آخرت هسته که در وجود انسان تغییرات ایجاد میکنه. یک نوع علم دیگه هست که علم معاش هسته. این علم مربوط دنیا هست. یک انسانی که مثلا علم دنیایی را یاد میگره، این را میتونه درونمو بخشی که مثلا تخصص کرده، درس خوانده، درونمو بخش استعدادش رشد بکنه، مثلا شخصیتش یک ذره برجسته تر شوه نسبت به یک کارگری که در روی سرک کار میکنه، یک ذره شخصیت برجسته تر میداشته باشن نسبت به اون مسلک، نسبت به اون کار خود. اما در سر سخاوتش، در سر مردانگیش، در سر دلیریش تاثیر نمیکنه. مثلا یک نفر دکتر هسته، اگر از مسائل دینی برش نرسیده، نسبت به مراجعینش هیچ گونه احساس همدردی و عاطفه نمیکنه، فقط منظورش این است که پول کمایی بکنه. منظورش این است که مشتری های زیاد شه و پول کمایی بکنه. درونمو بخش این انسان رشد کرده، تغییر کرده نسبت به یک کسی که درس نخوانده، اما کاملا تغییرش نداده که به عنوان یک انسانی که باید باشه، اقسم تغییرش نداده. این علم معاد هست که علم معاد هم
علم دنیایی هم میتونه انسان تغییرش بده. نوع سیومش تقلید هست که خود تقلید هم میتونه انسان تغییر بده. مثلا همیشه یعقوب جان مثال میزنه که شما فکر بکنین که افغانایی که در افغانستان بودن، همو افغان از خود کابل، در کابل تولد شده بود، در کابل کلان شده بود، امی افغانی که در کابل کلان شده، پنج فامیل، یک فامیلش میره در هندوستان، یک فامیلش در کانادا میه در کشورهای آمریکایی، یک فامیل دیگهش در کشور اروپایی، یک فامیلش مثلا در کشورهای آفریقایی، یک فامیلش یک کشور دیگه میره. امی فامیل ها خودشان گمان میکنن که تغییر نکردین، اینمی که اینا از کشورها میبراین، از کشور خود در کشورهای متعدد میرن، تقلیدی که میکنن از اون فرهنگ، از اون مردم، اینا را تغییرشان میده. به مرور زمان افکارشان تغییر میکنه، خودشان فکر میکنن اون آدمایی هستن که در افغانستان بودن، اما اینا تغییر میکنن. تقلید هم یکی از چیزهای بسیار خطرناک است، مخصوصا کسایی که مقلد هستن تقلید میکنن. خطر تقلید چیست؟ و بدترین عادت تقلید هست. وقتی که یک انسان تقلید میکنه، در حقیقت از عقل خود، که خداوند بر ما عقل داده، وقتی که ما تقلید بکنیم از عقل خود ما استفاده نکردیم، هیچ نوع منفعت ما بر خود ما نمیرسه، منفعت ما بر کسی میرسه که امو ایجاد امو برنامه را کرده، ایجاد امو کار کرده. به طور مثال خودت یک لباس پیدا میکنی که خشتکش کشال هست در زمین و پاچایش هم در زمین، یک دانه گوشواره هم در گوشت بند میکنی، ابروی تو میچینی، یک چهار پنج دانه تتو در گردن و در پیشانی و در بینی در هر جایت میزنی. وقتی که بیرون میری یک بچه دیگه میبینه تو همین کارو میکنه، هیچ نمیفهمه که می آدمی کی کار کرده، یک تقلید هست از می آدمی که اولی کار کرده، می آدم مریض هسته، یک تکلیف روانی داره، از یک انسان که مریض هسته، معتاد هسته، از دو یک شخص تو پیروی کردی، هیچ بر تو فایده نرسید. و حتی ملت ها وقتی که مقلد میشن تقلید میکنن، از واقعتا انسان بیگانه میشه. یک ملت مقلد از واقعتا بسیار دور میباشه، واقعتا چیز دیگه هسته. ملت مقلد واقعتا را کاملا کنار زده و مردم از حقیقتا، از واقعتا دور ساخته. و همچنان یک انسان مقلد به واقعتا هیچ وقت نمیرسه، حقیقت ها نمیرسه، به خاطر ازی که از چیزی تقلید میکنه که نمیفهمه پشت سر ازی چی هست. بنان تقلید بسیار گپ خراب هست و تقلید هم میتونه انسان تغییرش بده، اما این تغییر منفی هسته. انسان تغییر میکنه، یک وقتی متوجه میشه که بسیار ناوقت میشده باشه. و همچنان کسایی که مقلد هستن و تغییر میکنن، قضاوت هایشان هم بی حساس و بی بنیاد هسته. مثلا من همیشه ای را یاد کردم، همیشه میگم در صحبت های خود، بعضی برادرها و بعضی خواهرها، بعضی ها سر عربا انگشت انتقاد میگیرن که عربا فلان هستن، بیمدان هستن، بر ما میان دین یاد میتن. من میگم به عنوان یک انسان آگاه، یک انسان بیدار، یک کسی که در لسانش قرآن عظیم شان آمده، پیامبر با مو لسان صحبت میکرده، در مو سرزمین دین بیشتر از هر جای در ابتدا پخش شد و بیشتر از هر کس دیگه اینا در جبهات رفتن اشتراک کردن، بیشتر از هر کس دیگه اینا در فتوحات سهم گرفتن، خانواده خدا هلا کردن، از مدینه منوره تا افغانستان و تا هندوستان و تا اسپانیا و ایجا اینا رفتن. اینا نمیفهمن افغانی که عربی را یاد نداره، این میفهمه دینه چی هست. این تقلید نیست. چیست؟ مثل ازی که یک چاینیز بیای بر ما بگویه که تو نازم کتابای اشاره، مثلا کتاب مولانا را یا کتاب بیدله، بیشتر از تو من میفهمم و میتونم برات بگویم که اینمی بهترین کتاب هست، حتی یه از سنت هم کرده خوب است. من برش سرش تمسخر میکنم، میگم که ما در این لسان درس خواندیم، در این لسان تحصیل کردیم، چطور امکان داره که تو لسان چینیسی هست و این کتاب هم در فارسی نوشته شده، تو بیای بر ما یاد بدی که در این کتاب چی هست؟ عین نمی تو یک کار ما میکنیم، چی هست؟ تقلید هست. کلمه خدا خوانده نمیتونم مانایش، الحمد شریف مانایش نمیفهمه، این میگه عرب چی را میفهمه، میفهم. این تقلید نیست. چیست؟ این قضاوت بی حساس هست، حساس نداره، بنیاد نداره. این یک کلمه هسته که استفاده میکنن نسبت به بعضی اشخاص و این هم از تقلید سرچشمه میگیره که کاملا این انسان به طرف تاریکی میبریشه تقلید،
از واقعیت‌ها دورش می‌سازد، در یک تنگنا قرارش می‌دهد که حرفایش هم حرفای چرند و پرند می‌باشه. و این آدم‌هایی که تقلید می‌کنند آدم‌های دست دوم سوم هستند. انسان‌هایی نیستند که در صدر برنامه‌ها قرار داشته باشند. انسان‌هایی نیستند که خودشان برنامه‌ساز باشند. انسان‌هایی نیستند که خودشان طرح داشته باشند. انسان‌های توفیلی هستند، انسان‌های پسیو هستند، کسایی که مقلد هست و اینا هم تغییر می‌کنند. تغییر می‌کنند در جهت منفی. چهارم، عدم فکر و مطالعه. ای هم انسان تغییر میده، ای هم منفی هست، ای تغییر هم منفی است. مثلا یک نفر فکر نمیکنه و مطالعه نمیکنه. ببینین، ما همیشه مثال دادیم این جهانی را که شما میبینین، جهان امروزی ما را، دنیای امروزی ما را، این تکنولوژی که ساخته شده، کامپیوتر هست، قلم هست، کتابچه هست، مسجد شما میبینین، پایه های مسجد میبینین، اینا همش اول در فکر انسان خلق میشه. مثلا سعی کنید دیزاین، سرپوش قلم چه قسم باشه، اندازه چه قسم باشه، نیچی از چه قسم، اینمی در قدم اول در فکر انسان خلق میشه. باز تجسم بیرونی پیدا میکنه، موجودیت بیرونی پیدا میکنه. وقتی که انسان فکر نکنه و مطالعه هم نکنه، این انسان تغییر میکنه. تغییر ازی تغییر منفی است. به خاطر ازی تغییر منفی میکنه که چون خودش طرح نداره، خودش برنامه نداره، مخصوصا فکرای مثبتی که بر ارتباط خود فکر بکنه انسان. ما به خاطر چی اومدیم در زندگی در زمین؟ چی میکنم؟ می که کار میرم، صبح خانه میایم. امی هست زندگی؟ که روز کار برم خانه بیایم. ما به خاطر ازی می هستم. امی هست زندگی که من 24 ساعت راجع به فیشن فکر بکنم که پلون ما چه قسم باشه. نمیفهمم مویایم چه قسم باشه، از کدام جل استفاده بکنم. یخنقاقم چه قسم باشه؟ بوتایم چه قسم باشه؟ نایکی باشه نباشه؟ از فلانه کمپانی باشه؟ آیا به خاطر ازی انسان خلق شده؟ این فکر نیست. وقتی که انسان فکر نکنه، خلا پیدا میشه در ذهن انسان. خلا که پیدا میشه، این خلا را چی پر میکنه؟ وسوسه پر میکنه. شیطان برنامه ریز هسته. شیطان برنامه ریزی میکنه بر انسانهایی که فکر نمیکنن و انسانهایی که مطالعه نمیکنن. برنامه از اینا را کی میده؟ شیطان. مثلا هر چیزی که خالی باشه باید داخلش پر شوه. حتی شما یک گلاس بگیرین خالی، داخل ازی از هوا پر میشه، از اکسیژن پر میشه. بنان هر چیزی که خالی هسته داخل ازو پر میشه و ایره پر کی میکنه؟ شیطان. شیطان برش برنامه میده. برنامه های شیطان چی هسته؟ انسان خودمحوری میسازه. انسان همیشه فکر به ارتباط خود فکر میکنه. به ارتباط چی؟ به ارتباط چیزایی که اصلا به نفع انسان نمیباشه. مثلا شهوترانی، تکبر، غرور، فضل فروشی، خودنمایی، پول پرستی که پول به عنوان یک معبود برش میشه، پشت پول بده و بده و بده و بالاخره خسته میشه میفته. تمسخر سر دیگرها، سر انسانهای نیک تمسخر کردن. من همیشه میگم که برادرایی که در کار نیک، در کار خیر هستن، اینا باید تشویق شون، باید ترغیب شون، امرایشان کمک شوه. یک نفر میخیزه خودش هیچ کار نمیکنه، خودش نماز نمیخونه، خودش عبادت نمیکنه، خودش صدقه نمیده، خودش در راه نیک، در راه خیر دیگرها را همکاری نمیکنه، یک دفعه ببینی که گردنش بندید، دیگرها را توهین میکنه، دیگرها را تحقیر میکنه، میگه یار سایکو. برادر، خودتو به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجود زنده، تو چی دستاورد داری؟ تو چقدر جامعه خودت کمک کردی؟ هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ مذهبی. بنان ای اشخاص و افرادی که ذهنشان و دماغشان خالی میمانه، اینا را شیطان برشان برنامه میده و اینا تغییر میکنن، در جهتهای منفی تغییر میکنن. شما دیده باشین بسیاری کسایی جا که کاملا خدا شیطان وارد جور میکنن. چه از وقتی خالی موند، شیطان برش برنامه میده، میخواد که یک چیز دیگه جورش بکنه. بنان مطالعه و فکر کردن، ای یکی از چیزهای خوب هست که انسان باید مطالعه بکنه و فکر بکنه. فکر چی؟ فکر که چرا در زمین هست و چقدر وقت در زمین میباشه، بعد از اینکه وفات که چی گپ میشه. این فکرها را باید انسان بکنه. پنجم، محیط. محیط هم فکر انسان تغییر میده. محیط و اجتماعی که انسان زندگی میکنه. شما همیشه در مسجد اگر بیاین، با انسانهایی که در مسجد هستن، با می حلقات درسی اینا ارتباط داشته باشین، بخوای نخواین فکرتان تغییر میکنه. مثلا مثال میزنیم، کانفرانس های اسلامی میشه، شما در کانفرانس های اسلامی برین، سه روز دو روز کانفرانس میباشه، کرکتر انسان تغییر میکنه. بسیار کسا در کانفرانس های اسلامی میرن، دخترها
حجاب نمی پوشه. وقتی که در کنفرانس اسلامی میره بعد از 3 روزی تصمیم میگیره که حجاب باید پوشه. همین محیط اسلامی را تغییرش میده. و برعکس اگر بره در کنسرتا در اوجه که رقص و پایکوبی هسته، زنا نیمه برهنه هستن، هر مرد هر زن دلشت ماچ میکنه بنام از اینکه ما متمدن پیشرفته هستیم، یا در پروگرام هایی که بنام هیوارد و همسال از او در اوجه به ناموس مردم به نحوی از آنها اهانت میشه و این مردهای های جسشت این نکتایا زدگی گردنا را پنداندین، در همچون مجالس وقتی که بری کرکترت هم تغییر میکنه، نسبت به ناموس خود بی تفاوت میشی، نسبت به دختر خود بی تفاوت میشی، نسبت به خانواده خود بی تفاوت میشی، فکر میکنی این میره باز شیطان بر زیبا جلوه میده، حق و باطل از پیشت گم میشه. بنان محیطی که انسان میره او محیط انسان تغییر میده. یا مثال دیگه، به طور مثال شما برین در یک کمپانی، این کمپانی هایی که مثلا کار میکنه مردم، اشخاصی که در کمپانی ها کار میکنن کلمات و جملاتی که استفاده میکنن اف ورد زیاد استفاده میکنن، فحش ناسزا زیاد استفاده میکنن، تحقیر و توهین یکی دیگه خودم میکنن. اما باز برین در یک دفتر کار بکنین، در یک دفتر رسمی، در اوجه کلمات و جملات خودم متوجه میباشن که چه قسم صحبت بکنی، چه قسم گپ بزنی و چه قسم برخورد بکنی. بنان محیط که در اوجه ناسزا هینا گفته میشه، بخواه یا نخواه انسان سر روح روانش تاثیر میکنه، کرکترش را تغییر میده. و محیط که در اوجه از علم هسته، از دانش هسته، او محیط هم سر انسان تاثیرات خدا داره. در محیط هایی که در اوج معنویات هست، در اوج اخلاقیات هست، انسان معنوی و میسازه و انسان اخلاقش خوبتر میسازه. ششم، تصویب قانون هسته. قانون هم یکی از تغییرات کلی در کشور و در اجتماع ایجاد میکنه. مثلا در یک کشوری که قانون وجود نداره، هر کس دلش خواست هر کار انجام میده. مثلا زمینه های فساد، به طور مثال در یک کشور اسلامی شرابخوری بند هست، انسان‌های شرابی و انسان‌های مست کم است. این کرکترهایی که انسان مست باشه و خمار باشه میشه کم پیدا میشه. اما در یک کشور دیگه ای آزاد هست. در یک کشور دیگه رقص و زنا و اینا ممنوع هست. در اوجه امی رقاصه ها و کسایی که زانی هستن، لواطتکار هستن، تعدادشان کم هست. قانون وقتی که وضع میشه ای هم میتونه انسان‌ها رو تغییر بده، یا در جهت مثبت تغییرشان میده یا در جهت منفی. مهم هی است که در قانون آیا ارزش های انسانی، ارزش های معنوی مد نظر گرفته شده یا نشده. اگر ارزش های معنوی مد نظر گرفته شده باشه، همین انسان ها در جهت مثبت تغییر میکنن، و اگر گرفته نشده باشه در جهت منفی تغییر میکنن. این دیگه تغییراتی هست که بالا انسان وارد میشه. هفتم، دوستا. این هم به دو بخش شخصی میشه، دوستای کلخالی و دوستای کلپر. دوستای کلخالی دوستای هسته که هیچ از خود برنامه نداره. این دوستای کلخالی مثلا میبینه یک نفره که چرس میزنه یا میشینه دپره، یک نفر دیگر دید که شراب میزنه یا پیک میجنگانه، یک نفر دید که سیگرت میزنه یا یک دود کش میکنه، یک نفر دید که مسئله حلال و حرام برش مطرح نیست، کلیش خالی است، در کلیش چیزی نیست که برنامه بتا بگه نکو، یک نفر دید که او حلال و حرام برش مدره نیست، گوشت رو خوک ها میخوره، چیزای حرام هم در پیش آمد میخوره، یا میشینه موجه لغمه میزنه. این انسان کلخالی است. اگر برش گفت بیا بریم پشت دختر، پشت دختر هم میره، بیا بریم نایت کلاب، نایت کلاب هم میره. از خود برنامه نداره، کلیش خالی است. هر کس که برش هر برنامه را داد قبول میکنه. و یک نوع دیگه هست کو کلپر هست، کلیش پر هست. وقتی که نفر برش برنامه میتم میگه نمیکنم، بخاطر ازی که استدلال داره، منطق داره، میگه تو میکنی بکو، مربوط خودت هست. نه تنها او را میگه من نمیکنم، بلکه او را میگه نکو توی کاره، زود زیر تاثیرش نمیره، زیر تاثیر گپش، بخاطر ازی که یک انسانی هست که با برنامه، با مغز پر، با مغز علمی داخل مسائل شده. حتی مسائل دینی و شرعی هم قسم است. دینداری هم دو نوع هست. یک نوع دینداری هست، دینداری عامیانه هست. یک نوع دینداری عالمانه هست. دینداری عامیانه دینداری هست که پدرش برش گفته که نماز بخوان، پدرش گفته که برو اینمی چوبه را بلند بکو، سر زیارتا برو بسته بکو، خداوند بر زن میته، در حالی که بره برش زن پیدا کنه
اولی مرده چه قسم برمه زن میتن؟ میخیز از سر از قبر میره برمه دختر میپاله؟ سر قبر برو تکر بسته کو بس بالای سر مرده این مرده بره برمه زن پیدا بکنه. این مرده چی کار است که برمه زن پیدا کنه؟ زن من میگیرم یا مرده میگیره؟ یا ای که بخت ما باز کنه؟ چه قسم بخت تو رو باز کنه؟ ای چی است؟ ای انسان ها وقتی که میرن ای دینداری دینداری عامیانه هست. پدرش برش گفته، مادرش گفته که برو این کارا را بکو. و نماز هم که میخوانه نمیفهمه چه قسم نماز خواند. بسیاری وقتا بی وضو میخوانه، بسیاری وقتا دلش شد میگه نماز خواندم. یک نوع دینداری هست که وقتی که از اون محیط بکشیش، از اون محیطی که بسته هست در یک محیط دیگه ببریش، این زود تغییر میکنه، باز دیگه او کارا را نمیکنه. یک نوع دینداری دیگه هست که مثال اولش کلخالی ها هستن، انسان های کلخالی. مثال دومش دینداری عالمانه هست. این دینداری تحقیق شده، نفر تحقیق کرده، مطالعه کرده، کتاب خودش ورق زده، احادیث خودش ورق زده، قرآن عظیم شان ورق زده، سیرت محمد صلی الله علیه و آله ورق زده، زندگی صحابه را ورق زده، زندگی اماما را، می چهار امام که پیروا دارن، زندگی از اینا را ورق زده. وقتی که این انسان مطالعه میکنه، تجسس میکنه، این علم با تمام اصول های بدن خود قبول میکنه، این انسان بکش از افغانستان بیارش کانادا، از افغانستان ببرش اروپا، ببرش استرالیا، هر جایی که بری این انسان متغیر نمیشه، زود تغییرات در وجودش وارد نمیشه، به خاطر از اینکه یک انسان علمی هست. دینداری علمی هست در وجود از این تغییراتی هست که وارد میشه بالا انسان ها. بنان کسایی که میخوان تغییر بکنن و این هشت خاصی که این صحبت هم به این عنوان کردیم که اگر برادرها در زنا غوطه‌ور شدین، در داخل زنا هستن، و خواهرها که در گناه ها داخل هستن، مادرایی که در بیخبری مطلق هستن، اگر هر نوع گناه هست، از سگرت گرفته تا شرک و همسال، از انسان قابل تغییر هست، تغییر میکنه. گناه های انسان اگر از زمین به آسمان ها رفته باشه، خداوند متعال میبخشه با مو شروطی که وضع شده. انسان میتونه تغییر بکنه. شرطش چی هست؟ شرطش چی هست که انسان در قدم اول اعتمادی را که سر نفس خود داره، این اعتماد از دست نداده باشه. قبول بکنه که من میتونم تغییر بکنم. قبول بکنه که من میتونم از این حالت ها برایم. اول راهایش که چه قسم میتونه این انسان ها که در گناه ها هستن و خودشان میفهمند کی گناه هست و خودشان میفهمند که می کرکتری را که دارن یک کرکتر ثابت، یک کرکتر مردانه نیست، یک کرکتری نیست که بتونن اینا مسیر تاریخ تغییر بتن، مجرای تاریخ تغییر بتن. همچون انسان هایی که افتیدن در گودال های بدبختی، اینا میتونن براین و شرطی که در قدم اول بالای نفس خود اطمینان داشته باشن. و بعد از این فرموله ای را که انشاءالله من براشان پیشنهاد میکنم با عنوان یک دوست، از این فرمول استفاده بکنن. اول قرآن عظیم شان بخوانن با ترجمه و تفسیرش، اگر واقعا میخوان تغییر بکنن، از این حالت براین. قرآن عظیم شان یک انرژی داره که در داخل انسان میشه، انسان کاملا دگرگون میسازه، زندگیشه تغییرش میده. انسان هایی بودن که در شراب بودن، در چرز بودن، در قمار بودن، در ایروین بودن، در خاشخاش بودن، در دختر فروشی، در بچه بازی، همسال از او گناه ها بودن، وقتی قرآن عظیم شان خواند تغییرشان داد. کلام الله هسته، هدایت هسته، قرآن عظیم شان تغییر میده، هیچ شکی نیسته. با می نیت که قرآن کلام الله سبحانه و تعالی هسته، ای را بخوانن یک بار با ترجمه و تفسیر، بعدن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بخوانن، تغییرشان میده. یک دوم ترک گناه ها. گناه ها وقتی که میگیم ترک گناه ها، نمیشه که یک دفعه یک انسان تا گردن در گناه ها داخل شده یک دفعه از کل گناه ها برایه، امکان نداره، مشکل هست. اگر یک نفر قسم میگی که برو بیادر کل کارهای تیلا بکو در ظرف یک روز، این برش مشکل هست. گناه ها را وقتی که ما میخواییم ایلا بکنیم، جایگزین گناه ها باید یک چیز خوب داشته باشیم، چیز خوب که انسان میتونه مثلا از گناه ها دورش بکنه چی هست؟ در قدم اول که قرآن عظیم شان خواندیم، در قدم دوم نماز هست. ما نمیگیم که تمام ارزش های دینی رو یک دفعه سر خود پیاده بکنه، از نماز شروع بکنه، قرآن بخونه، خواسته هسته نماز هم شروع بکنه، از گناه های کلان خود دور بکنه، ببینه که در مسائل عقیدوی و طور مثال اگر این انسان قبر پرست هست و آجات خود از مرده ها میخواد، فکر خیالش ورزی هست که مرده ها مرا کمک بکنه،
از اینمی کار برای که خطرناک تر هسته ای ای از زنا که خطرناک هست و خاطر ازی که بالاترین گناه شرک هست و ای عمل یک عملی هست که انسان هلاکش می سازه در دنیا و در آخرت. از گناه ها خود دور بسازه، از گناه های کلان، اما تو استپ با استپ بیا. مثلا نمیشه ای آدم در گناه های بسیار کلان غرق هسته، یک دفعه ای از کلا شروع کنه، کلا را در سر خود بانه، بگه من مسلمان شدم کلا را در سر خود ماندم، نمازم نخوانه. و در کلا در اون کتگوری های بالا بالا نمیایه، از اون بالا باید شروع کنه، هایستا هایستا پایان بیایه و با گناه های کوچک باز بخی علاج بکنه. اگر مجرد هست باید زن بگیره، و خاطر ازی که یک مجرد وقتی که ازدواج میکنه یک تغییر بسیار عمده هست در زندگیش، مخصوصا خانمش اگه یک خانم نیکو باشه، یک دختر بسیار خوب باشه، از فامیل خوب باشه. من همیشه جوانا رو تشویق میکنم زن بگیرن. مادرها و پدرایی که همراه اولادای خود مشکل دارن، همراه بچهای جوان، و بر بچه خود میگه که بچه میکاره بکو، نا وقت نمیاد، باز از این گوش میره، زگو آخرین پیشنهاد زن هسته که زن برش بده. چرا؟ شهوت یکگانه غریزه مشکل هسته که مهار شه، مشکل ترین غریزه که مهار باید شه شهوت هسته، این زن مهارش میسازه. و پیشنهاد دیگه که در محیط اسلامی باید این اشخاص و این افراد بیان، در محیط اسلامی وقتی که یک جوان میه با انسانهای نیکو وقتی که آشنا میشه، فکرش خیال جمع میشه و همزمان نمازهایش که در جماعت خوانده میشه، چون قرآن عظیم شان کلام الله سبحانه و تعالی هسته، گفته که شما را از مفهوم آیاتی هسته که در قرآن عظیم شان اشاره شده که انسان از فحشا و از منکرات اینا دور نگاهش میکنه، کوشش بکنه که نمازش مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باشه، کتابهایی که ارتباط نماز نوشته شده ای را بخونه، معناهای نماز ای هایستا هایست در محیط اسلامی هست، پنج وقت مثلا میای یا سه وقت میای یا چهار وقت میای، لااقل دو وقت سه وقتش اگر در جماعت خوانده میشه، دیگه وقت‌ها رو در خانه اگر میخونه، این انسان میتونه تغییر بکنه، محیط تغییرش میده. و آخرین پیشنهاد دیگه که هست، از این مجالسی که در اوج رقص و پایکوبی هست، از این مجالس خود کاملا دور نگاه بکنه. چرا؟ این انسان میخواد تغییر بکنه. اگر واقعا یک انسان میخواد که تغییر بکنه، میخواد که خانمش دوستش داشته باشه، یا خانمی که میخواد شوهرش دوستش داشته باشه و میخوان که اولادای خوب تربیه بکنن، باید از همچو محیط ها اول خود بکشن. نمیشه که تو خود متقی و پرهیزگارم بگویی متقی و پرهیزگار هستم، باز یخنا لج باشه در محافل برقصی، و یک بچه یک نفر جوان شده باشه، بچه صاحب زن شده باشه، یه آدم کلان، آدم ریشم سفید، بی بی دنگ 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 میرقصه، این بچه تو از تو چی یاد بگیره؟ یک پیش روی اولادای خود گناه های بزرگ انجام دادن، شراب بخو پیش روی اولادت، پیش روی اولادت مثلا چرز بزن، پیش روی اولادت مثلا گوشت و خوک بخو، تو توقع داری که اولاد تو اولاد مؤمن مسلمان برای ما این صحبت ها را که میکنیم، نه به عنوان از اینکه ما با کس تعصب داشته باشیم. فرمول های دینی را ما در روشنی فرمول های دینی شرعی ما صحبت میکنیم که اینی راه هایی که مثلا انسان تغییر میده، اینی راه ها هسته، نه ای که بزن قفاق بزن تهدید بکو یک نفر را، باز دیگر روز خودت هم کارها را برو انجام بده. این راه هایش هسته که اگر یک نفر میخواید تغییر بکنه. و آخر که دوستایی که انسان به طرف گناه ها تشویق میکنه، با این دوستا روابط خود کاملا قطع بکنه، شماره تلفن خود تغییر بده، زنگ میزنه نیست دیگه شماره تغییر کرده. چرا؟ او دوستی که همیشه تو را زنگ میزنه و طرف نایت کلاب میبرید، او دوستی که زنگ میزنه تو را به طرف چرس و طرف دختر بازی و همسال از او تشویقت میکنه، این دوست وقتی که نباشه وسوسه شیطان هم سر تو کم هسته. یک دوست دیگه بر زنگ میزنه، یک شماره دیگه را گرفتی بر دوستایی که در مسجد همراهشان آشنا شدی، در کانفرانس همراهشان آشنا شدی، دوستایی هسته که تو رو به طرف کتابخانه تشویق میکنه، به طرف علم تشویقت میکنه، به طرف مطالعه تشویقت میکنه، این که زنگ میزنه تو رو میگه بیا بریم در کتابخانه، بیا بریم در مسجد. این تعداد دوستا رو زیاد بسازن، انشاءالله که خداوند متعال تغییرات کلی در آخر که از جانب الله سبحانه و تعالی هسته، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اگر خداوند متعال بر انسان توفیق بده تغییر میکنه. اما انسان هم باید در این راستا حرکت بکنه، چرا؟ عقیده درست همی هست که ما نه مجبور مطلق هستیم کاملا مجبور باشیم و نه اختیار کاملا کاملا آزاد داریم که هر چیز مطابق فکر خیال ما باشه.
علم الله سبحانه و تعالی همه چیز احاطه کرده و کنترل میکنه. ما دعا میکنیم خداوند متعال برادرها و خواهرایی که در گناه ها غوطه‌ور شدین و غوطه میخورن و نیت تغییر دارن، خداوند متعال برشان توفیق تغییر بده و اینا را در راه راز در صراط مستقیم آنچنانی که پیامبران صالحین صادقین و دیگران را هدایت کرد، اینا را هم هدایت بکنه و ما را هم بر هدایت ما بهفزایه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.